با عرض سلام دوستان عزیز، توجه بفرمایید. کیوان قزوینی، این رو به خاطر دارید. ببینید، فرقا عدیانی هزار چهره، رضا تابنده، داداشش رحمت الله، عموش که اموال سلسله رو چپاول کرده، محمد تابنده، صابری و پازوکی، فرقا عدیانی های دیگه، نوچه های کاشانی تو کتابخونه تصوف و عرفان، بیش از 2.5 سال هستش که اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم در لفافه یا طرق دیگه کیوان قزوینی رو ازش اسم می آوردند و جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش رو مقایسه می کردن با کیوان قزوینی. به چه علت؟ می گفتن که کسی هستش که بیعت نکرده با قطب حی. کدوم قطب حی؟ آقای جذبی که صاحب هیچ نسی نیستش، هیچ مدرک و سندی و ارائه نداده که بتونه ادعای قطبیتش رو به اثبات برسونه. خودش هم اعتراف میکنه که من هیچ ادعایی ندارم، بلکه برادرهای حضرت آقا به من این دستور رو دادند. حالا توجه داشته باشید دوستان عزیز، سرکار خانم بهشتی، شرمان بهشتی، لطف فرمودند، بزرگواری کردند و شجاعانه یک فایل صوتی رو از آقای دکتر نعمتی منتشر کردند. این فایل به نظر من تکون دهنده بود، وحشتناک بود، از تصور خارج بود. کدوم یک از ماها تصور میکردیم یا میتونستیم در ذهنمون این رو بیاریم که یکی از مشایخ قطب سلسله گنابادی این چنین در مورد قطب سلسله صحبت بکنه و این چنین غرق در خود بزرگ بینی و بهتر فهمی باشه که نظر خودش رو ارجعتر و برتر از نظر قطب تصور بکنه. ببینین دوستان عزیز، این چه مفهومی داره، چه معنایی داره، این که از زبون دکتر نعمتی شنیدید. البته توجه داشته باشید، تیمسار نعمتی، دکتر نعمتی، سپهبد نعمتی یک گذشته ای داشتند. یکی از افتخارات دکتر نعمتی این بودش که اولین فرد بودند که توسط حضرت آقای رضا علی شاه در سفر ایشون، بازگشت ایشون از اعراب و حج به سوی بیدخت، موقعی که ایشون در آبادان اقامت جستند، سروان نعمتی رو در اون موقع ملاقات کردند و سروان نعمتی به دست ایشون به شرف فقر مشرف شدند. بعدها همین سروان نعمتی که سرهنگ شده بودند، شدن رئیس پلیس استان خراسان، همون زمانی که ظالم حاکم بر ایران خامنه‌ای در زندان بود. آقای خامنه‌ای به آقای سرهنگ نعمتی نامه‌ای می‌نویسه، از ایشون این تقاضا رو می‌کنه که شرایط زندان ایشون رو بهتر بکنن، برای اینکه خامنه‌ای اعتراضی داشت به شرایط خودش در زندان. و البته دکتر نعمتی، سرهنگ نعمتی، نامه‌ای می‌نویسه به رئیس سواد و با کسب اجازه و وساطت شرایط آقای خامنه‌ای رو بهبود میده، همونجوری که خامنه‌ای تقاضا کرده بود. نتیجه این لطف آقای نعمتی به خامنه‌ای این شدش که بعد از انقلاب، زمانی که دکتر نعمتی رو دستگیر کرده بودن و آقای دکتر نعمتی در زندان بودن، آقای خامنه‌ای وساطت کرد در این میون و موجبات آزادی دکتر نعمتی رو فراهم کرد. البته پیش از آزادی دکتر نعمتی اتفاق دیگه هم افتاده بود. اونم این بودش که همون جوری که رسم بود در همون اوان دوران انقلاب، بعد از کودتای 22 بهمن که تروریست ها ایران رو اشغال کردند و حکومت سلطنتی رو سرنگون کردند، عادت اینها این بودش که سران نظامی و مملکتی رو به جوخه اعدام می‌سپردن. همین اتفاق برای آقای دکتر نعمتی هم افتاد. ایشون رو در میون یک تعداد دیگه از سران نظامی به جوخه اعدام سپردند. البته موقعی که گلوله شلیک شد، به گفته خود جناب آقای
سپه خود نعمتی در اون زمان ایشون غش کردن. البته موقعی که شاید بیدار شده بودن احساس کردن که در عالم دیگه ای هستن، تا اینی که متوجه میشن نه، نفس میکشن و بدنشون تکون میخوره و خودشون رو تونستن لمس کنن. البته غرق در آب یا چیز دیگه بودن، احساس کردن خیس هستن. به هر حال دستشون رو باز میکنن، اون چشپند رو باز میکنن و مشاهده میکنن که در غرق در خون هستن، ولی خونی نبود که از خودشون رو اومده بود، بلکه خونی بود که جاری شده بود بر اثر اصابت گلوله به افرادی که در دو طرف ایشون اعدام شده بودند. جناب آقای دوپنومتی بلند میشن و از اونجا میرن به سلولشون مجددا و این رو برای خودشون یک معجزه تصور میکردن. البته همه میدونیم که ظالمان حاکم بر ایران، تروریست ها، از این روش استفاده میکردن برای آزار روحی و شکنجه فکری افراد. گاهی وقتا اینها رو در میان افرادی قرار میدادن که قرار بود اعدام بشن، میبردنشون در جلوی جوخه اعدام، چشمبند بهشون میزدن، به طرفشون تیراندازی میکردن، ولی به اون فرد گلوله نمیدادن، بلکه به اونایی که قرار بود اعدام بشن گلوله میزدن. ولی همین موجب میشد اون فردی که در میان اونها ایستاده بود شکنجه روحی و روانی بشه و این اتفاقی بود که برای دکتر نعمتی افتاده بود. به هر صورت دکتر نعمتی از ایران با کمک آقای خامنه ای خارج میشه و به کشور آلمان عازم میشه و در اونجا سکونت گزیدند. جناب آقای دکتر نعمتی حرفایی زدند. حالا سوال در اینجا اینه، این چیزی که از ایشون شنیدیم آیا فقط مختص به جناب آقای دکتر نعمتی هستش؟ آیا این نوع اعمال و حرکات رو در زمانهای دیگه از افراد دیگه هم مشاهده کردیم؟ من برای شما نمونه میارم. زمانی که حضرت آقای منصور علی‌شاه در حبس و حصر بودند، آقای میر اومدند به بروکسل و از اعتراض اون تظاهراتی که برنامه‌ریزی شده بود برای اعتراض به حبس و حصر حضرت آقای منصور علی‌شاه در بیرون پارلمان اروپا ایشون جلوگیری کردند. یعنی آقای میر جلوگیری کردند از طریق اقدام به یه دونه استخاره. در طول تمام اون سالهایی که جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش فرامین متعددی رو دریافت کرده بودن از سوی حضرت آقای مجذوب علی شاه، جناب آقای جذبی با این فرامین مخالف بودند. توجه داشته باشیم که خود جناب آقای جذبی سندی رو امضا کردن که این ادعا درش مطرح شده که حضرت آقای مجذوب علی شاه نه در حبس بودن و نه در حصر بودند و این رو آقای جذبی خودشون امضا کردند و این موجود هستش. همون گونه که فیلمی ازشون موجود هستش که ایشون مدعی هستن که حال حضرت آقا خوب هستش و مشکلات ایشون همون مشکلاتیه که میشه انتظارش رو داشت از یک فرد سالمند. در همون زمانی که حضرت آقا منصور علی شاه به شدت مسموم شده بودن، به بیمارستان منتقل شده بودن و ایشون رو به شکل البته نقش بازی کردن داشتن درمان میکردن که البته نهایتاً ایشون رو به شهادت رسوندند. خب این اسناد وجود داره، این مدارک وجود داره از آقای جذبی، از آقای میر و همینجور صحبت هایی که از برخی افراد دیگه شنیده شده. حالا نقطه اشتراک بین این افراد چیه؟ یعنی آقای نعمتی، آقای جذبی، آقای میر. ما میدونیم قطعاً که وقتی آقای میر اومدش به بروکسل بر اثر تماس تلفنی رضا تابنده بود. ایادی رضا تابنده آقای میر آوردن به بروکسل. به چه علتی؟ برای اینکه جلوگیری کنن از اون اجرا شدن تظاهرات. تظاهراتی که برای اعتراض به حبس و حصر حضرت آقای منصور علی شاه بود. آقای نعمتی هم با رضا تابنده و رحمت الله در ارتباط بود. ولی فقط با این دو نفر در ارتباط نبود. با آقای محمد تابنده هم در ارتباط بود. چون جناب آقای دکتر نعمتی تصور میکرد که آقای محمد تابنده هم مولازاده هستش. در اون زمان میدونین اولین باری که من لفظ مولازاده رو به گوشم شنیدم از دهن آقای دکتر نعمتی بود در سوئیس، زمانی که حضرت آقای مجذوب علی شاه از ایران تشریف فرما شده بودن به سوئیس، پیش از اینی که عزیمت بکنن به آلمان و در مسیرشون به فرایبورگ محل اقامت آقای دکتر نعمتی برند. من اونجا در سوئیس
آقای دکتر نعمتی رو دیدم و ایشون این حرف رو لقب ملازاده رو استفاده کردن در مورد رضا تابنده، ولی همون زمان هم اشاره کردم به آقای محمد تابنده. به هر صورت نتیجه‌گیری کلی اینه که میتونیم این رو درک کنیم الان با این فایلی که منتشر شده که از همون دوران در موازات با حضرت آقای منصور علی شاه گروه دیگری هم در سلسله گنابادی بودند که برای خودشون تشکیلاتی درست کرده بودند، سلسله ای زده بودند و خواسته های خودشون رو دنبال میکردن که در جهت مخالف با خواسته های حضرت آقای منصور علی شاه بودش، یعنی در جهت مخالف ایشون زیرآبی حرکت میکردن و تا اونجایی که میتونستن مانع در راه اجرای شدن منویات حضرت آقای منصور علی شاه ایجاد میکردند. و این کار توسط چه کسی صورت گرفته بود؟ یعنی چه کسی مشایخ رو فریب داده بود، گول زده بود، اقفال کرده بود؟ آقای رضا تابنده، رحمت الله تابنده، محمد تابنده. یعنی تنها نقطه مشترک بین این افراد این سه نفر هستند. مجدداً به این فایل صوتی گوش میدیم. دوستان عزیز، در پایان بعد از شنیدن این فایل که موجب اندوه و ناراحتی آدم میشه، این فایل وحشتناک، ازتون این سوال رو میخوام بپرسم: عمل و رفتار چه کسی شبیه کیوان قزوینی هستش؟ رضا تابنده، رحمت الله تابنده، آقایون مشایخی که به حضرت آقای منصور علی شاه خیانت کردن، و یا اون افرادی که رضا تابنده و ایادیش در تبلیغات متعددشون تلاش کردن که با کیوان قزوینی مقایسه بکنند؟ حالا خودتون قضاوت بکنید. با تشکر.